سلام سهشنبه چهار شهریور 99 25 آگست 2020 میلادی در مناطق نفتخیز یکی از اعتراضات کارگران به حقوق های چند ده میلیون تومانی کارگران چینی در پروژه ها و واحد های نفتی است در شرایطی که کارگران چندین ماه حقوق نگرفتند و اکثر حقوق ها زیر خط فقر پنجانی میلیون تومانی قرار داره کارگران چینی که گاهی کار اونها بسیار بدتر از کار کارگران ایرانی هم هست با احتساب نرخ دلار حقوق های چند ده میلیون تومانی میگیرند و جالبه که کارکنان زن حق ویژه‌ای هم میگیرند اضافه برای روسری سر کردن و رعایت حجاب یعنی حکومتی که به زنان ایرانی با زور و ضرب و تهدید و حتی زندان و پرونده سازی به زور حجاب سر میکنه به زنان چینی پول اضافه میپردازه برای اینکه روسری به کنه در تهران کارکنان هتل لاله به دلیل عدم پرداخت چندین ماهی حقوقشون جلوی محل هتل تجمع اعتراضی داشتند و در بندرعباس هم هتل هرمز چندین نفر از کارکنانش رو اخراج کرده بدون اینکه حق سنوات اونها رو بده و یا به اونها بیمه بیکاری پرداخت بشه قارت کردن صندوق های بازنشستگی و پسنداز کارگران در سازمان تأمین و سایر صندوق کشور و عملا ورشکسته بودن صندوق های بازنشستگی کشور باعث شده که در این شرایط سخت بیمه بیکاری پرداخت نشه و بخش از اقتصاد مثل صنعت گردشگری کشور که با به دلیل کرونا با ورشکستگی گسترده مواجه هستند هزاران پرسنل واحدهای مختلف گردشگری با بیکاری و عدم پرداخت حقوق و عدم دریافت بیمه بیکاری دست و پنجه نرم بورس تهران هم که بیش از 600 هزار واحد سقوط داشته عملا و هزاران نفر سرمایه هاشون یا از دست رفته و یا ضررهای هنگفت کردند. تجمع اعتراضی جلوی سازمان بورس برگزار شده بود و جا تظاهر کنندگان معترضین آقای روحانی رو دروغ بو خطاب کردند و اینکه دولت به دروغ اونها رو به سمت بورس هدایت کرده و اکنون با ضرر و زیان مواجه هستند در همین حال آقای روحانی در یک مصاحبه مطبوعاتی به مناسبت هفته دولت در پاسخ سوالات متعدد عملا چندین مورد شاید بیش از ده مورد تناقض در گفته هاش بود و استیصال از گفته های رئیس دولت کاملا آشکار و پیدا بود از جمله ایشون در حالی که عملکرد دولت خودش رو می عنوان کرد که وز خیلی بده اوزا و عملا اظهار عجز کرد در خصوص آمار و عمل کرده سالهای گذشته دولت در خصوص موفقیت در سیاست خارجی یا سیاست داخلی و غیرو هم روحانی حرفهاش پر از دروغ و تناقض بود اما در همین حال یکی از جالبترین اظهار نظرها را آقای محمد یزدی فرمانده سپاه پاسداران تهران کرده که گفته در ده سال گذشته کل اختلاس ها هشتاد هزار میلیارد تومان بوده که به گفته ایشون عددی نیست و خلاصه گویا به چشم ایشون هشتاد هزار میلیارد تومان چیزی نمیاد ضمن اینکه معلوم نیست در عددی که سر هم کرده و گفته آیا دزدی های ارزی هم وجود داره که اقلام سه میلیارد دلاری و دو میلیارد دلاری و امثال هم امثال بابک زنجانی و دیگران اختلاس کردند و پول اون رو به وحید حقانیان در بیت دادند هم جز و عددهای ایشون هست یا نه ولی اگر همین عدد رو هم مبنا بگیریم ده سال پیش نرخ دلار هزار تومان بوده و اگر اختلاس های اون روز رو به دلار بکنیم و طی این سالیان اون وقت میبینیم که به ده ها میلیارد دلار اختلاس میرسیم که اتفاقا خیلی از این اختلاس کنندگان پول های دزدی رو یا مستقیما در معاملات خارجی دزدیدن رو فرار کردن یا اگر در ایران دزدیدن به دلار تبدیل کردن و از کشور فرار کردن و سرمایه رو به خارج منتقل کرد سپاه که خودش یکی از متهمترین سازمان ها در دزدی و اختلاس هست و بسیاری رسندرکارانش در کارانش در نیروی قدس سپاه یا سایر بخش ها و به خصوص بخش های اقتصادی سپاه در انواع تجارت های نامشروع قاچاق کالا قاچاق مشروبات الکلی قاچاق مواد مخدر نه در ایران بلکه در بسیاری کشورها دست دارند و همینطور در فساد رشوه دادن انحصار کردن و غیره اعدادی رو به از جیب مردم دزدیده که شاید این فرمانده سپاه مرادش این است که این هشتاد هزار میلیارد تومان اختلاس در مقابل اون دزدی ها چیزی نیست که اگر این باشه درست گفته و در واقع مجموع دزدی های سپاه و آقای خامنه ای و بیتش چندین برابر بلکه ده ها برابر این عدد هست بر صورت وضعیت فساد در کشور که آقای خامنه ای سعی کرد اون رو عادی جلوه بده و اکنون بادم جون های او مثل سردار یزدی فرمانده سپاه تهران هم سعی می کنند همون حرف رو بزک بکنند موضوعی است که از مشکلات اساسی اقتصاد ایرانه و در شرایطی که اکثریت مردم با فقر و بیچیزی و فشار اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند عملا، گروهی اندک در رأس حاکمیت براشون هشتاد هزار میلیارد تومان چیزی نیست دکتر پیام تبرسی رئیس بخش افونی بیمارستان مسیح دانشوری که سانتر مرکز اصلی بستری کردن کرونا در تهران هست به خبرگزاری ایسنا عنوان کرده که خطر پاشیدگی سیستم درمانی کشور وجود داره او وضعیت کرونا رو بسیار بد توصیف کرده و گفته که واقعا پرسنل درمانی کشور که بیش از پنجاه درصدشون احتمالا مبتلا شدند و بسیاری از اونها فوت کردند در وضعیت روحی و روانی بدی قرار دارند و تحمل و طاقت یک موج جدید بیماری رو ندارن موجی که احتمالا بعد از ایام محرم و سفرهای شهری ورماه و ورود به پاییز و شدت گرفتن بیماری های افونی ممکن است که باز هم بدتر از وضع فعلی بشه اما آقای اسبایلی سخنگوی قوه قضایی خبر از این داده که حکم اعدام روح الله زم از سایت آمد نیوز که در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود به دیوان عالی کشور رفته و منتظرند که با تایید این دیوان حکم به دایره اجرای احکام بره اما ماجرای اظهار نظر ابلهانی آقای خامنه ای در ماجرا در صحبت اخیرش با دولت که از بین این همه مشکل اقتصادی کشور حواسش به این ایشون که آیفون وارد کشور نشه کماکان موضوع مطلق گفتن و دست انداختن مردم ایران شبکه های اجتماعی مختلف و محافل غیر ایرانی از جمله وزارت خارجه امریکا هم در توییتی گفته که ایشون اگر کالای آمریکایی نمیخواد مصرف بکنه بی زحمت از توییت هم و توییتر هم برای نفرت پراکنی و یهود ستیزی استفاده نکنه چون توییتر هم امریکایی است البته بنده عرض میکنم یک قدم هم اون طرف در بری کل اینترنت هم اختراعی امریکایی است و ابتدا پروژه ارتش امریکا بود که بعد از یک دهه استفاده در نیروهای نظامی امریکا در زمان بیل کلینتون در اختیار عموم مردم دنیا قرار گرفت بنابراین آقای خامنه ای از اینترنت هم نباید استفاده بکنه با امید پیروزی ایران و ایرانی